اما نمونه هایی برای هر کدوم از اسما آوردیم که با کلمات بیشتری آشنا بشید و در واقع این اسما رو بشناسید. اولا دقت کنید دوستان، قانون خاصی وجود نداره برای اینکه، چون این خیلی مورد سوال هست، مرتب دانش آموزان میپرسن که آقا ما چطور بدونیم که فلان اسم مذکر هست یا خنسا هست یا یا مؤنث هست. دوستان اینو من عرض کنم در ابتدا که علامت، یه سری علائم وجود دارن اما به طور کلی علامت و فرمول خاصی نداره. خب چند تا اسم مذکر رو خدمتون میبینید اینجا و من خدمتون میخونم. دانش آموز یا دانشجو، در شتودنت، میز، در تیش، در تیش، پسر، در زون، دوست، در فرایند، در فرایند، کار یا شغل، در جاب، همون جاب انگلیسی است، در جاب، برادر، در برودا، در برودا. عرض کردم که اری که در پایان اسم باشه معمولا به صورت ر، به صورت آ تلفظ میشه، یعنی برودر بگیم درسته اما برودا بهتر و صحیح تره. در برودا، چای، در تی، کامپیوتر، در کامپیوتر، در کامپیوتر، معلم، در لیره، کارمند، در امتا، پزشک، در آرتست، تلفظ میکنم مجددا، در آرتست، در آرتست، یعنی ست به دنبالش ته، آرتست، باغ یا باغچه، در گارتن، پارک، در پارک، روز، در تاگ، ماه، در منات. خب اینا یه سری اسمای مذکر بودن. اما چند تا اسم خونسا، ماشین، داس اوتو، موبایل، داس هندی، کتاب، داس بوخ، پنجره، داس فنستا، هتل، داس هتل، تخت، داس بت، داس بت تخت هست، سینما، داس کینو، خانه، داس هاوس، نوشیدنی، داس گترنک، داس گترنک. اوملاوت دوستان آیه دو نقطه گفتیم ای تلفظ میشه، پس میشه داس گترنک. دختر، جالبه که بدونید دوستان دختر، یعنی دختر به صورت جنسیتی، مثلا این یک دختر است، خونسا هست و مؤنث نیست در آلمانی. داس مدشن، عرض کردم فرمول خاصی واقعا نداره. داس مدشن، مدشن دختر، اوملاوت داره که اعتراف میشه داس مدشن. پیراهن، داس همد، داس همد، سال، داس یار، داس یار، عکس یا تصویر، داس بیلت، داس بیلت، عکس یا تصویر. خب اینا هم چند تا اسم خونسا بودن. اما چند نمونه اسم مؤنث پرکاربرد رو هم اینجا آوردیم خدمتتون. خواهش می‌کنم توجه کنید دوستان، اینا هم نمونه هستن و هم کلمات پرکاربرد هستن، یعنی یک هدف اینه که شما حتما این لغات رو یاد بگیرید. به همین خاطر ما کلماتی رو آوردیم که 100% کاربردی هستن و تو زندگی روزمره استفاده می‌کنیم. اما چند نمونه اسم مؤنث، کیف، دیتاشه، کلاس، دی کلاس، خیابان، دی اشتراس، شهر، دی اشتات. دوستان دقت کنید استی در ابتدا اومده مثل اشتراس، استی در ابتدا اومده، گفتیم استی و اسپی که در ابتدا باشن اس رو ش میخونیم، دقت کنید اشتراس و شهر اشتات، اون دی هم تقریبا تلفظ نمیشه، اشتات، اشتات، شهر، دی اشتات. دانش آموز، دانش آموزی که پسر باشه که در اشتودنت بود، اما دانش آموز دختر دی اشتودنتن. دقت کنید دوستان یکی از علائم مؤنث بودن همین ای ان پایان اسمش انسان ها هست، یعنی مثلا در اشتودنت دانش آموزی که پسره، اما دی اشتودنتن ای ان رو ما ان میخونیم، دی اشتودنتن دانش آموزی که دختر باشه. در لیرر دیدیم که معلمیه که مرد باشه، اما معلم زن دی لررن، دی لررن، دی لررن. کار، دی آربایت، در جاب
هست، دی آربایت هم دوباره به معنی کار هست. شرکت دی فیرما، دی فیرما شرکت. دی فابریک کارخانه هست، کارخانه دی فابریک. دختر، دختری که فرزند باشه، مثلا میخوام بگم دختر من یا دختر تو یا دختر دوستم، دختر که مفهوم فرزند داشته باشه، دی توختا، دی توختا. شلوار دی هوزه، هفته دی ووخه، دی ووخه. اینجا سی ها یا سی اچ رو میبینید قبلش او اومده، بنابراین باید خ تلفظ بشه، دی ووخه. دوست، دوستی که دختر باشه، دی فرویندن. دیدید که دوستان در فرویند دوستیه که پسره، اما دوستی که دختر هست باز ای ان میدیم بهش که مؤنث بشه، دی فرویندن. خب اینم دوستان نمونه هایی از اسم های مؤنث بودن در زبان آلمانی. دوستان ویدیویی که دیدید نمونه هست از پکیج کامل ما. شما عزیزان از هر جای دنیا که هستید، فرق نمی‌کنه از داخل یا خارج از کشور، میتونید با ما در تماس باشید دوستان عزیز، و از طریق تلگرام و اینستاگرام که میتونید مشاهده کنید در تصویر با ما در تماس باشید، نمونه کارهای ما رو ببینید در پیج‌های ما و در پیج در اینستاگرام ما یا در تلگرام ما، و پکیج کامل ما رو دریافت کنید دوستان. ویژگی اصلی پکیج‌های ما دوستان سادگی بیان و آموزش مطالب از صفر تا پیشرفته است، و مطمئن باشید دوستان با این پکیج میتونید سریعتر و راحتتر از هر کلاسی به هدفتون برسید.